دوستان سلام و امیدوارم که حالتون خوب باشه رزان بگی هستم از کانال یوتیوب پورت اکادمی با ادامه آموزش های صفت تا صد آلو بی افتر افکت در خدمتونم خب در جلسه ویدیو قبلی یاد گرفتیم که چطور پین به وجود بیاریم با اولین گزینه پین هامون یعنی پاپت پوزیشن پین تول آشنا شدیم در این جلسه ویدیویی میخوام منم سراغ پاپت بند پین تول و با این مورد بند آشنا بشیم در جلسه قبلی بهتون گفتم اگر مثلا بیایم کاراکترمون رو با چند تا پین مشخص کنیم بخشی از بدنش رو و بعد میتونیم خیلی راحت کاراکترمون رو اون بخش رو تغییر بدیم همونطور که دیدید انیمیشن هم باهاش به وجود آوردیم اما همین حالت رو میخوام برم با استفاده از ابزار پاپت بند هم انجام بدم ببینید اولین کلیکی که انجام میدم یک دایره حالا برای من به وجود میاره که اگر هم دقت کنید در بخش پاپت پینمون در بخش مش همون افکت یعنی اگر بیم سراغ افکت پاپت مش و گزینه بخش دیفورممون که همون پاپت پینی هستش که ایجاد کردیم میبینید دیگه گزینه پوزیشن وجود نداره اینجا و گزینه های اسکیل و روتیشن جای گزینه شدن دوستان عزیز یعنی من میتونم اندازه این بخش و البته چرخش اون رو در اختیار بگیرم اگر بیام روی حاشیه اطراف این دایره و شروع کنم به چرخش یعنی شروع کنم به کلیک و درگ چرخش به وجود میاد یک کنترل زد بزنیم اگر بیام روی این مربعی که این بالا قرار گرفته اینجا شکل گرفته و شروع کنم به درگ کردن سایز کار برای من کوچک و بزرگ میشه که البته چون یه دونه پین بیشتر ایجاد نکردم کل کرکترم تغییر حالت میده یه کنترل زد بزنیم و البته این نقطه میانی رو هم من اگر بشینم کلیک کنم و درگ کنم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد برعکس اون گزینه پوزیشن که فقط با همین مورد اولی کار میکردیم یه توضیح هم بهتون بدم در همین بخش زمانی که پاپت پین رو به وجود آوردین در قسمت پین تایپ گزینه بند رو دارین میبینید اگر من بیام اینو بازش کنم بزنم روی حالت پوزیشن به همین راحتی اون پین من تبدیل به پوزیشن میشه یعنی الان میتونم همین رو کنم و جایگزین کنم جابجاش کنم پس میتونم بیام زمانی که پین به وجود آوردم با هر یک از این ابزارهای پین بیام و این قسمت پین تایپ رو تغییرش بدم یعنی روی حالت مثلا بند بذارم یا حالت پوزیشن بذارم گزینه های دیگه و تغییر حالت بدم دوباره برش میگردونیم به همون حالت بند حالا اگر من چند تا گزینه دیگه هم اینجا ایجاد کنم بیام این بیرون روی شونم یه مورد ایجاد کنم اینه یه مقدار بزرگ بود شرایطش اشکال نداره پین دیگه ای رو هم اینجا ایجاد کنیم در این قسمت ببینید اگر بیام این رو جابجا کنم چرخش به وجود بیارم در همین قسمت چرخش شکل میگیره اگرم کوچیک و بزرگش کنم همون یه قسمت بزرگ و کوچک میشه دوستان عزیزم میبینید چنین تغییری به وجود میاد پس میتونید تغییرات رو به این شکل در حالت بنت هم داشته باشیم حالا اجازه بدین من بیام گزینه های اسکیل و روتیشن رو برگردونم همون حالت قبلی برای اینکه انجام چه کاری ممکن بشه باید روی گزینه مثلا اسکیل رایت کلیک کنم گزینه ریست رو بزنم گزینه روتیشن رو هم انتخاب کنم رایت right کلیک و ریست که همه موارد برگردم همون حالت قبلی که داشتم تغییرات لغو بشه برای تمام این گزینه ها همونطور که میبینید این تغییرات حذف خواهد شد روی تک تک اینا من میتونم رایت کلیک کنم گزینه ریست رو بزنم ببینید اینجا اونا که تغییر کردن ریستشون رو میزنم که تغییرات رو برگردنم همون حالت قبلمون خب اجازه بدین من این ستا پینی که به وجود آورده بودم رو حذف کنم هر کدوم انتخاب کنم دیلیت رو بزنم حذف خواهند شد بیام روی پای کرکترم این کار رو انجام بدم یه بار اینجا کلیک کنم یه بار روی خود پای اینقدر دارم بالاتر سه پین اینجا به وجود بیارم در حالت بند سه تا مورد رو هم با حالت پوزیشن به وجود بیارم پاپت پوزیشن به وجود بیارم یه دونه در این قسمت یه دونه وسط یه دونه هم روی خود پایین کرکتر اینجا قرار بدم ببینیم چه تفاوتی دارن در زمان حرکت کردن ببینید من اگر این پا رو تکون بدم به این شکل جابجا خواهد شد اگر از زانو تکون بدم نحوه تکون خوردن پا رو دارید میبینید حالا اگر این مورد رو تکون بدم چه اتفاقی میفته ببینید چرخشی که به وجود میارم به این شکل خواهد بود میتونم مثلا برای ضربه زدن از این گزینه استفاده کنم مثلا یه توپ اینجا باشه باش نحوه ضربه زدن رو به این شکل مشخص کنم اما برای این مورد فقط برای حرکت کردن میتونم استفاده کنم چرخشی چون شکل نمیگیره مثلا برای قدم زدن میتونه مناسب تر باشه باید از موارد مختلف برای همین استفاده کنیم انواع پین ها شکل میگیرن برای به وجود اومدن حرکت های مختلف مثلا اگر اینجا میخوایم یک ضربه به توپ بزنیم میتونم از زانو شروع کنم به چرخوندن کار ولی اگر میخوام قدم بزنم بیام پاپت پوزیشن به وجود بیارم پین پوزیشن در به وجود بیارم و حرکت رو با این مشخص کنم به روش های مختلف مثلا قدم زدن چرخوندن پا با این شکل میگیره ولی برای ضربه زدن از این یکی مورد استفاده میکنیم ببینید چرخش شکل میگیره دیگه تکون خوردن شکل نمیگیره پس یکی کار پوزیشن رو انجام میده یکی کار تحرک کار چرخوندن و بزرگ و کوچیک شدن و این موارد رو باید حتما در نظر بگیرید برای اینکه بهترین حالت رو به انیمیشنتون اعمال کنید خب با این دو مورد آشنا شدیم حالا بریم سراغ ادوانس برای انجام این کار میریم سراغ همون گروه پاپت پین هامون و گزینه پاپت Advanced پین تور رو انتخاب میکنم بیایم یه دونه کلیک داشته باشیم روی سر کرکتر یه دونه هم رو گردن کرکترمون ببینید کاری که ادوانس انجام میده اگر من بیام و بهتون نشون بدم روی پاپت بین 8 و 7 که من اینجا الان ایجاد کردم این دوتا گزینه از ادوانس استفاده کردم پین تایپشون شرایطی رو داره که هم پوزیشن هم اسکیل و هم روتیشن رو کنار هم دیگه همزمان با هم داره در حالت معمول زمانی که پوزیشن رو انتخاب می کردیم فقط گزینه پوزیشن اینجا برای ما به نمایش در می اومد و اگر بند رو انتخاب می کردیم اسکیل و روتیشن به نمایش در می آمد. ولی ادوانس میاد کاری رو انجام میده که هر ستا رو کنار همدیگه داشته باشیم خب الان من اگر بیام این مورد رو انتخاب کنم هم میتونم با پین میانی جابجایی به جایی به وجود بیارم ولی همونطور که میبینید کشیدگی هم شکل میگیره همین که میتونم روتیشن به وجود بیارم در این قسمت چرخش سر رو داشته باشیم همین که میتونم بیام و بزرگ نمایی یا کوچک کردن رو تجربه کنم در شکل دادن به کارم یه بار بیام این مواردی که اینجا تغییر دادیم رو روی پین شماره هفت هستیم این پین شماره هفت رو من میام دونه دونه اینا رو ریست کنم برگردونیم به همون حالت قبلی که داشتیم خب اگر من بیام جاشو عوض کنم اینو تبدیلش کنم پوزیشن چه اتفاقی میافته؟ پوزیشن اون حالت کشیدگی رو کمتر داره به خاطر اینکه من دیگه اطرافش نه روتیشن دارم نه اسکیل باز هم کشیدگی رو میبینم ولی با یه حالت طبیعی تر کار برای من شکل میگیره اگه جاب جایی به وجود بیارم پس به این فکر نکنید که حتما ببریم همه رو بزنیم روی ادوانس کار خودمون رو راحت کنیم نه ادوانس باعث, میشه که بر حسب این دو تا نقطه دیگه ای که داریم یه مقدار کارمون غیر طبیعی اینجا جلوه بده همیشه اینجوری نیست باید دونه دونه های مختلف رو تست کنیم ببینیم برای یه کرکتری که داریم کدوم مناسب تره دوستان عزیز بنابراین من میام دوباره همین موارد رو ریست کنم برشون گردونم به همون حالت قبلی اون گزینه دیگه که روتیشن باشه در حالت قبل بود پس های مختلف رو میتونیم چک کنیم اگر من بیام این مورد رو تبدیلش کنم به حالت پوزیشن و اگر شروع کنم به چرخش بینید اون کشیدگی الان دیگه کمتر به نظر میرسه و به نمایش در میاد ولی جابجایی در اعضای دیگر بدن خواهم داشت اگر این نقطه رو که نقطه سغلم هستش حالا دوباره بذارم روی ادوانس و اینو جابجا جا کنم بینید دیگه جابجایی در بدن شکل نمیگیره باید زمانی که میخواین انیمیشن به وجود بیارید دونه دونه این موارد رو تغییر بدید ببینید کدوم براتون بهتر عمل خواهد کرد چون الان من وقتی دارم سر رو تکون میدم نقطه سقلم میشه نقطه پایینیش نزدیکترین مورد به این این گزینه اینجا هستش بنابراین این مورد میشه نقطه سقلم اگر بیام این رو از حالت ادوانس بیارم بذارم روی حالت مثلا بند باز هم در چرخش تغییرات شکل میگیره میبینید یه همچین حالتی خواهم داشت در پوزیشن چه اتفاقی میفته اینو پوزیشن کنیم ادوانس رو تغییر بدیم دست جابجا میشن اگر بیارم دوباره بزنمش روی همون حالت ادوانس طبیعی تر جلوه میکنه کارم چون گردن تقریبا سر جاش ثابت میمونه اعضای بدن سر جاشون ثابت میمونن فقط سر کرکترم جابجا میشه پس باید به نقطه سقلمون هم توجه کنیم فقط اون گزینه که داریم جابجا میکنیم مهم نیست نقاط دیگری هم که در تصویر ایجاد کردیم پینهای دیگری هم که ایجاد کردیم اونها هم مهمن پس حتما توجه کنید به این موارد که دچار مشکل نشیم خب حالا یه توضیح هم بهتون بدم در ارتباط با مش که این بالا میبینید بهتون گفتم اگر تیک رو بزنیم کرکتر رو شما ببینید یه همچین خطوط شبکه داخل تصویرمون شکل میگیره که با دو تا عدد اکسپنشن و دنسیتی هم میتونیم این مقادیر رو تغییر بدیم اما تغییر این مقادیر چه کاربردی دارن دوستان عزیز اگر رو من در ماکسیموم حالت ممکن قرار بدم و دکمینتر رو بزنم یه عدد دوازده این خطوط شبکه ای تراکمشون بیشتر میشه و این افزایش تراکم باعث میشه من یک نرمی بیشتر در حرکت هام داشته باشم اگر این رو مثلا صفرش کنم تعداد این شبکه ها کمتر میشه و من اون نرمی رو نخواهم داشت این یه مقدار ممکن نامحسوس باشه ولی خب به هر حال هر چه تراکم بیشتر باشه بهتره من این روی حالت ده اگر بذارم حالت استانداردشه شما هم رو همون حالت ده قرارش بدید گزینه اکسپنشن هم میاد این خطوط شبکه ای رو بیرون از کرکتر یا داخل کرکتر براتون قرار میده اگر من زوم کنم میبینید وقتی عدد سه رو این بالا دارم یعنی منزه سه پیکسل بیرون از کرکتر هم خطوط شبکه ای رو ادامه داده که کار رو یه مقدار نرمتر و بهتر ببینم اگر من اینو مثلا بذارم روی حالت مثلا ده و اینتر رو بزنم خروج این موارد به اندازه ده پیکسل رو داره به من نشون میده ولی چسبندگی این خطوط به خطوط پایینی باعث میشه که یک مقدار دو تا حرکت یعنی مثلا دست با سر الان یک نواخت بشن تغییر در سر باعث بشه که دست کرکتر من هم باهاش جابجا بشه اگر من بیام این رو بذارم روی یک و این دوتا از هم جدا بشن این جدا شدن رو در حرکت سر میبینم دیگه سر رو که تکون میدم دست باش تکون نمیخوره حالا دوباره ببریم بذاریمش روی پونزده اینتر رو بزنم میبینید شبکه ها به هم متصل شدن من اگر اینو جابجا کنم دست هم باهاش جابجا میشه این دوتا به هم چسبیدن پس بهتر روی همون حالت سه بمونه Uh, توضیحی که میخوام بهتون بدم اینه که اگر من این رو منفی کنم امکانش هست برعکس دنسیتی که منفی نمیشه این گزینه منفی خواهد شد مثلا اگر اینو بزنم روی منفی ده وارد کرکترمون میشه این خود شبکه ای میبینید داخل قرار میگیرن یه مقدار به هم خواهم داشت میبینید پیکسل هایی که شبکه روشون وجود نداره سر جاشون باقی میمونن اون قسمت هایی که خود شبکه داخلشون هست فقط جابجا جا خواهند شد پس من یه کنترل زد بزنم چند تا کنترل زد بزنیم برگردیم به حالت قبلی اکسپنشن رو بزنیم رو همون حالت سه که حالت نرمالش هم هست باقی بمونه یه مقدار از پیکسلامون خارج میشیم که مطمئن بشیم تمام قسمت های دارای پیکسل و دارای رنگ انتخاب شدن و همه جابجا جا خواهند شد اینو اگر منفیش کنیم همونطور که بهتون گفتم بخشی از پیکسلمون سرجش باقی مونن و در حرکت پین هامون اون قسمت ها سرجش باقی مونه یه مقدار به هم به وجود میاد حالت طبیعی این اکسپنشن روی سه باشه دنسیتی روی ده شما هم بهتر همین حالت رو داشته باشید در مواقع خاص این گزینه ها رو تغییر خواهیم داد که در انیمیشن ها و در پروژه ها بیشتر میتونم در ارتباط باشون توضیح بدم روی مثال بهتون بگم چه زمانی میتونیم تغییرات به وجود بیاریم این هم گزینه های مش بود در حال تا عادی میتونیم مثلا مش رو حذفش کنیم که کرکترمون رو ببینیم اگر هم خواستید تراکم شبکه ای رو ببینید میتونید مش رو فعال کنید گزینه های اکسپنشن و دنسیتی رو تغییر بدید در ارتباط با پاپت پین با هم صحبت کردیم یاد گرفتیم که چطور میشه انیمیشن به وجود آورد حالت های مختلفش رو هم تغییرات مختلفش رو هم یاد گرفتیم در درس های بعدی یه مقدار باز هم با این گزینه کار خواهم کرد یه حالت پیشرفته تری هم خواهیم داشت یه مقدار انیمیشن درست کردن رو هم بیشتر با هم کار میکنیم که نحوه کار کردن با این گزینه ها رو بیشتر یاد بگیرید مرسی دوستان عزیزم ممنونم از همراهیتون با کانال یوتیوب و پورت اکادمی مرسی که درس ها رو جز به جز و لول به لول با من جلو میایید میخوایم حرفه کار کردن با این بخش رو یاد بگیریم انیمیشن سازی رو واقعا حرفه جلو بریم و همه مسائل و مواردش رو با هم یاد بگیریم در انتهای ویدیو باز هم مثل همیشه ازتون درخواست میکنم لطفا ویدیو رو لایک کنید دوستان عزیز لطفا برام کامنت بذارید و اگه تو کانال سابسکرایب نکنید سابسکرایب کنید که ویدیوهای ما رو از دست ندید ممنونم همراه شما خواهم بود موفق باشید